من وقتی یه دختر دبستانی بودم همراه با خانوادم توی شهر کوچیک در نیم کره جنوبی زندگی میکردم. توی خونه ما غذای ایرانی همیشه به راه بود. مامانم انواع سبزیجات، حبوبات، زعفران و زرش رو با خودش از ایران می آورد و خونه ما غذاش خیلی فرقی با غذای خونه های داخل ایران نمیکرد. تنها چیزی که ما رو از حیث غذا دلتنگ ایران میکردش انواع میوه های تابستونی، چغال بادوم و گوجه سبز و البته وقتی بود که منابع لواشکمون به پایان می رسید. تو اون دوران من همیشه با خودم ناهار مدرسه می بردم. و در کنار بچه هایی که همیشه یه ساندویچ مختصر و مفید لای نون توست داخل پاکت می آوردن، ظرف غذای من بزرگ و حاوی مقدار زیادی پلو و خورشت بود. حتی مامانم گاهی ماست و خیارم کنارش می زاشت. قطعا اون موقع من خیلی درکی از این که مامانم چقدر بابت این غذاها زحمت میکشه نداشتم. همیشه آرزوی روزی رو داشتم که ما خونه اولویه داشته باشیم و من فردا بتونم مثل بقیه بچه با ساندویچ به مدرسه برم. با تفاوت این که بازم ساندویچ من لای نون توست نبود. مامانم اونو لای نون لبنانی میپیچید. الان که فکرشو میکنم میبینم عکس‌العمل بچه‌ها نسبت به غذای من خیلی جالب بود. بوی قرمه سبزی براشون عجیب بود. به فسنجون نگاه های چپ چپ میکردن. عاشق آلوچه و لواشک بودن. و بغل دستیم همیشه یه سهمی از اولویه منو میبرد. تا جایی که مامانم برای اونم همیشه یه ساندویچ اضافه میذاشتش. در طول تجربه من، چیزی که برام مشخص بوده اینه که هیچ وقت هیچ خارجی پیش نیامده که از غذای ایرانی حس رضایت نداشته باشه. چیزی که برعکسش به وفور اتفاق میافته. خیلی از ما ایرانی‌ها با وجود اینکه سال‌های زیادی تو خارج از کشور زندگی کردیم اما غذای منطقه زندگیمون رو وارد روتین غذاییمون نکردیم. خیلی از ما ایرانی‌ها هزینه‌های خیلی زیادی می‌دیم تا مثلا به کشورهای مثل ایتالیا و فرانسه بریم اما دنبال یه پشت شلو کباب تو شانزلیزه می‌گردیم. شاید یه بخشش به خاطر تعصب ما به غذامون باشه. شاید یه بخش دیگه اینه که ما خیلی ریسک پذیر نیستیم. همه اینا باعث شده که ما ایرانی ها درک خیلی خوبی از غذای ملت های دیگه نداشته باشیم. فکر میکنیم هیچ غذایی پشت به غذای ایرانی نمیرسه. اما راستش رو بخواین در انتقال همین فرهنگ غذای ایرانی هم خیلی موفق نبودیم. مردم دنیا با وجود تصویر خیلی واضحی که از غذای ملت هایی مثل تایلند، ویتنام، فرانسه و ایتالیا دارن، تصویرشون از غذای ایرانی خیلی مبهمه. حدس میزنن خوشمزه باشه اما دقیقا نمیدونن چیه. حتی اگه انقدرم خوششانس بوده باشن تا اونو توی خونه ایرانی تجربه کرده باشن امکان تکرار اون تجربه براشون بسیار کمه. در واقع به دلیل کمبود رستوران‌های ایرانی خارج از کشور اونها امکان ندارن که دوباره این تجربه رو تکرار کنن. به خاطر همین خیلی زود طعم دلپذیر غذا فراموششون میشه. غیر از اینکه حتی اگر رستوران ایرانی هم خارج از کشور باشه احتمالا منوش محدود به چلو کباب و جوجه کبابه. من وقتی که سالای راهنمایی بودم خیلی به نوشتن علاقه داشتم. اون موقع ها میشستم خاطرات روزانه مینوشتم. وقتی دبیرستانی بودم یه وبلاگ داشتم و خاطرات روزانه و روزمرگی های یه دختر ایرانی ساکن آسیای شرق دور رو مینوشتم. بعدها سالها بعد این علاقه به نوشتن و این تخلیه خودم توی قالب کلمات باعث شد دوباره برگردم به وبلاگ نویسی. اما این بار به جای اینکه بیام از خاطرات روزانم بگم خواستم از سفر بگم. من میخواستم سفر کنم و تجربیات سفرم رو با بقیه مردم دنیا به اشتراک بذارم. اومدم یه وبلاگ زدم و از سفرهام نوشتم. فقط با تفاوت این که این دفعه به انگلیسی نوشتم تا مخاطب هم بیشتر باشن. من قصد داشتم به مردم دنیا نشون بدم که من به عنوان یه زن ایرانی اون آمال و آرزوها، علایقم و تجربه هام اونقدر تفاوتی با زنهای دیگه دنیا نداره و من لزوماً اون چهره قالبی که اونها از زن ایرانی دارن که موجب دلسوزیه نیستم. من شروع میکنم به وبلاگ نویسی. بعدش برمیگردم ایران و با توریست های خیلی زیادی مواجه میشم. این توریستا هفته هاست که دارن کشور منو میگردن. خیلی اطلاعاتشون از من راجع به ایران بیشتره و همین منو شرمگین میکنه. خیلی ناراحت کننده است که وقتی میان به هم میگن که مثلا فلان روستا رو دیدن یا یه منطقه بیک رو ازش میگن و من سرمو تکون میدم و میگم که تجربه من از سفر تو ایران میشه محدود به شیراز و شمال و اصفهان و مشهد و من تا اون موقع حتی یزد رو هم ندیده بودم. همین باعث میشه که من تصمیم بگیرم ایران رو بیشتر ببینم. تو سال اولی که ایران بودم به 9 استان سفر میکنم.
توی اون مدت من سعی میکنم که از تمام این تجربه ها بنویسم، از سفرها مینویسم. تشویق اونها که خیلی هم تشنه اطلاعات دست اول راجع به ایران بودن باعث میشه که من بیام حالا اونها رو برای سفر به ایران راهنمایی کنم. حالا علاوه بر این که سفر میکنم، میام از جاهایی که رفتم، غذاهایی که خوردم، اقامتگاهایی که توش بودم مینویسم و حتی مسیر سفرم رو براشون مشخص میکنم تا اونها هم بتونن به وسیله اون ایران رو سفر کنن. بعد از اون قضیه این مسافرها خیلی با من در ارتباط بودن. شروع میکنیم با هم دیگه مکالمات مختلفی رو گذروندن. حالا من 2 سال هست که ایرانم. دارم کار میکنم به عنوان یک گرافیست، چیزی که خیلی هم بهش علاقه من بودم. ولی اگه جایی از این که همش پشت کامپیوتر باشم و هیچ تعاملی با آدمهای دیگه نداشته باشم خسته شدم. دوستان بهم پیشنهاد میکنم برو دوره تولیدری بگذرون. بعد فکر میکنم که خب شاید بد نباشه، اینجوری حداقل میتونم سفر رو بخشی از شغلم بکنم. میرم دوره رو میبینم اما هیچ وقت تولیدر نمیشم. بعد از اینکه دوره رو گذروندم یه دوره کارآموزی میرم، یه سفر کارآموزی. اون سفر همه چیز رو تغییر میده. من با یک گروه اسپانیایی 12 روز ایران رو میگردم. ما 5 استان رو میگردیم. خیلی زود باهاشون دوست میشم. بهشون میگم که من یه وبلاگ دارم و میخوام یه مقاله بنویسم. بیاید کمکم کنید و از نقاط قوت و ضعفی که توی این سفر دارید برام بگید. در طول اون 12 روز 2 چیز به چشم همه ما خیلی خوب میاد. یکی این که محدود بودن رستوران ها توی ایران و منوی غذاهاشون. این باعث میشه که ما مجبور شدیم چندین وعده قیمه، قرمه سبزی، کباب و جوجه کباب رو بخوریم در طول 12 روز. تا جایی که مثلا تولیدر ما روز آخر توی اصفهان ما رو به یه رستوران غذای دریایی میبره و همه فکر میکنن اون مرغ سوخاری و ماهی سوخاری و میگویی که خوردن بهترین غذایی بوده که توی اون 12 روز بوده. غذایی که حتی ایرانی هم نبودش. یه نکته دیگه اینه که این توریست ها از اینکه این همه کاخ و مسجد و موزه ببینن خسته شده بودن. اونا یه تجربه متفاوت میخواستن. یه چیزی که خودشون هم توش دخیل باشن. یکیشون برام مثال حمام ترکی رو میزنه. میگه کاش به جای اینکه اینقدر حمام بازدید کنیم میتونستیم یک تجربه واقعی از حمام ایرانی داشته باشیم. همین دوتا چیزی که میگن یه ایده رو تو ذهن من جرقه میزنه. به خاطر اون حتی کارم رو ترک میکنم. من تصمیم داشتم که 6 ماه روی این ایده وقت بذارم. به خاطر این ایده که مربوط به این بوده که بیام تجربه غذای ایرانی رو به واقعی ترین شکل ممکن برای خارجی‌ها فراهم کنم، با شیرین طهانان تماس میگیرم. شیرین یه مدرس آشپزیه. سالها بود که داشت کلاس‌های آشپزی برگزار میکردش و به تازگی وقتی من باهاش آشنا شدم آشپزخونه خودش رو درست کرده بود. من باهاش تماس میگیرم. اون توجهی که به جزئیات و سلیقه‌ای که داشتش و همین که سالها بود خارج از کشور زندگی کرده بود، اطلاعاتش در مورد غذای ملت‌های مختلف خیلی زیاد بود، باعث میشه که استاندارد کاری ما خیلی بالا بره. من و شیرین با هم دیگه همکار میشیم و ایده تور غذای ایرانی رو پرورش میدیم. چند وقت بعد من سایتمون رو میزنم. شیرین رسیپی غذاهایی که قراره به خارجی آموزش بدیم رو میزنه. با هم میریم بازار، مغازه خوراکی هایی که خوشمون میاد انتخاب میکنیم و در نهایت کلی وسایل آشپزی جدید میخریم. بعد من میام یه مقاله توی وبلاگم مینویسم و از کار جدید و ایده جدیدی که داشتیم میگم و اولین مسافرهامون پیدا میشه. ما اونا رو میبریم بازار ترجیش. براشون از ادویه ها، آجیل ها، عرقیجات میگیم. با هم میریم ترشی و لواشک تست میکنیم. با هم سبزی آش و کوکو میخریم و در نهایت اونها رو به یک پخت غذایی کامل ایرانی دعوت میکنیم. اونا میان اونجا تا طبخ برنج ایرانی رو یاد بگیرن، تا دم کردن زعفران و پختن بهترین ترکیب‌های ایرانی رو یاد بگیرن. در کنار اون لذتی که ما از کارمون میبریم، اما بهترین اتفاقاتی که توی این تور غذا اتفاق میفته پای گازه. در واقع حضور اون غذا و اون پروسه پخت و پز باعث میشه که ما خیلی زود صمیمی بشیم با همه. گاهی 10 نفر از 6 تا کشور مختلف انقدر پای یه دیگه آش صمیمی میشن که انگار که 100 سال همدیگر رو میشناسن. اتفاقی که توی تور فرهنگی ممکنه مثلا 2-3 روز زمان ببره تا مسافرها با هم دیگه مشغول بشن، اینجا 2 ساعته اتفاق میفته. مکالمه های ما و مسافرهامون خیلی بستگی به مسافرها داره.
مثلا وقتی که مسافر ماهی های ما یک زوج نیوزلندی هستند که واسه ماهستر ایران اومدن، طبیعتا تمام مکان ما راجع به عروسی های ایران و نیوزلند. متیو عاشق اسکی بود، استفنی عاشق فرهنگ بودش، دنبال یه مقصد بکر واسه یه ماهستر میگشتن. بین ایران و کوبا ایران برنده شده بود، اومده بودن ایران رو بگردن. زوج بعدی یک زوج جوان برزیلی هستند، با خانواده هاشون و مادر پدرهاشون اومده بودن ایران رو بگردن. مهمونای بعدی ما فارغ التحصیلای دانشگاه استنفورد هستند. مهمونای بعدی دانشجوهای سال اولی از دانمارک. همه اینا میان با یک هدف، از هر ملیت، هر دین و مذهبی که هستن، همشون برای یه چیز اونجا، اونم اینه که یه ناهار خوشمزه ایرانی بپزن. در کنار فراهم کردن یه تجربه خیلی خوشمزه و دلپذیر برای این توریست ها، همیشه شنیدن از اتفاقات زندگیشون، از سفرهاشون، تجاربشون و فرهنگشون همیشه ما رو شگفت زده میکنه. اما بهترین دستاوردی که ما از این تورهای غذا داریم اینه که بعد از 2-3 هفته که توریست هامون برگشتن به کشورمون، برامون عکس میفرستن، از سفره ایرانیشون عکس میفرستن. اینجا تو سوئیس حلوا پخته شده، اینجا یه شام کریسمس توی استرالیا است، و این 200 تا کوفته است که همون دانشجوهای دانمارکی برای دانشگاهشون توی دانمارک پخته بودن. توی مدت کوتاهی که ما داشتیم کار میکردیم، بیش از 400 نفر مهمون ما بودن. بیش از 400 نفر در کنار سفر فرهنگیشون دور ایران پیش ما یک دوره آشپزی و غذای ایرانی دیدن. و حتی اگر هیچ تلاشی برای انتقال این تجربه و فرهنگ به بقیه آدم‌های زمین نکنن، ما را 400 قدم به فتح دنیا با غذای ایرانی نزدیک‌تر کردند.